سختی عبور میکنیم، از یکی از سختترین، از یکی از حساسترین زمانها در تاریخ کشور ما ایران داریم عبور میکنیم. چیزهایی رو ما، صحنه‌هایی رو داریم میبینیم یا چیزهایی رو میشنویم هر روز که نمیدونم چطور بگم، چقدر تلخه، چقدر دردآور. مطمئنم همه ما با هم در این مسیر شریک هستیم. خیلی سخت هست. بعضی وقتا من خودم فکر میکنم هرگز تا آخر عمرم اون احساس مخلوطی از خشم و بغض و دردی که در چند هفته پیش شنبه شب بود که زندان اوین رو به آتش کشیدن، من فکر نمیکنم هرگز اون شب رو من فراموش کنم، که حقیقتا مطمئنم برای همه ما اینطور بودی که هزاران کیلومتر این برتر همه ما داشتیم میسوختیم با اون افرادی که اونجا بودن و هنوز هم نمیدونیم که چند نفر اون شب اونجا سوختن، چه بلایی سر اونها اومد، چند نفر مردن و خیلی چیزهای دیگه. حتی همین لحظه که من و شما اینجا نشستیم و خدا رو پرستش کردیم و داریم کلام خدا رو میشنویم، هموطنان ما در شهرهای مختلف جان خودشون همین الان در کف دستشون هست، در خیابان ها هستن و نمیدونم که آیا زنده امشب برمیگردن خونه یا نه. در این روزها حقیقتا سخت است و مطمئن هستم که همه ما این دردها، این بغضها، این خشمها، این ناراحتیهایی که داریم به نوعی باش دست و پنجه نرم میکنیم. نمیدونم آیا کسی دیگه هم مثل من هست که شبا از وقت خواب میبینه تو خیابونه داره تظاهرات میکنه، داره حمله میکنه به سمت اینها. نمیدونم، فکر کنم کاملا طبیعیه. با برادرش صحبت میکردم، میگفت اگر من ایران بودم، من یه تیم درست کرده بودم و میرفتیم و اونجا کلی کار طرف. فکر میکنم این عکس العمل طبیعیه همه ماست و این مردمی که همینطوری فکر رو هم من میکنم، نظر شخص من هست، این مردمی که الان اینقدر راحت میرن و حتی ترسی از این ندارن که زنده بر نمیگردن، من فکر میکنم، خودم این اطمینان رو دارم که اونها دلشون به ما ایرانی هایی که در بیرون از کشور هستیم خوش هست. اونها با این امید میرن که روزی که کشور ما ایران آزاد بشه، افرادی هستند که برگردند و این کشور رو بسازند، افرادی هستن که به جای ما، هر یک نفری که در ایران کشته میشه، هر یک نفری که در ایران در دل خاک میره، این مسئولیتی برای ما ایرانی هایی که بیرون از ایران هستیم بیشتر و بیشتر میشه که به جای ما روزی که ایران آزاد بشه بریم، برگردیم، تلاش کنیم و ایرانی که اونها با بهای جان خودشون اون رو آزاد کردن، حداقل ما بتونیم بریم و اون رو بسازیم. هر روز بدی و تلخی و درد داره به سمت ما هجوم میاره، خبرها ما رو به خودش میبره، ما رو به سمت اون بدی میبره. واقعا چیز دیگه نیست. خود من هر روز که اینستاگرام باز میکنم در ساعتهای مختلف، حتی هر روز که دیگه میخواستم کار آخر رو میذارم کنم، به خودم گفتم من تا آخر گوشی رو میذارم کنار، تمام تمرکز من در کلام باشه، ولی واقعا نتونستم. باز چند بار رفتم و نگاه کردم، میبینم مردمی رو، جماعتی رو، افرادی رو که چطور حق و عدالت رو میتن و چطور خواهان از بین رفتن این حکومت هستن. اما برای ما ایمانداران چطور هست؟ ما ایمانداران به مسیح چگونه باید رفتار کنیم؟ چطور باید نگاه کنیم؟ چطور باید ببینیم؟ همزمان که با این مردم همراه هستیم، همزمان که این اخبار بد رو میشنویم، همزمان که این تلخی‌ها رو میبینیم، من و شما چطور باید رفتار کنیم؟ ما این رو باید بدونیم که ما جدا شدیم، ما خوانده شدیم تا به عنوان یک ایماندار به عیسی مسیح بر اساس ارزش‌ها و اصول اعتقادات و اخلاقیات ما که بر اساس کتاب مقدس تعریف شده رفتار کنیم. و این کار اصلا آسون نیست. موعظه‌ای که من امروز میخوام بکنم، خودم هنوز و هر روز دارم درش تلاش میکنم. پس اول اصلا من خودم شنونده هستم. بعضا دل ما چیز دیگه ای میخواد، تمام وجود ما چیز دیگه ای رو طلب میکنه. اما نکته ای که، موضوعی که من و شما باید همیشه پیش روی خودمون داشته باشیم، هدفمون رو فراموش نکنیم. من و توی ایماندار برای یک هدفی خوانده شدیم، ما برای یک هدفی نجات داده شدیم، ما برای هدفی تبدیل به فرزند خدا شدیم، برای هدفی بود که عیسی مسیح خداوند روی صلیب رفت و به خاطر من و شما مرد، برای هدفی
گناهان ما بخشیده شد. برای هدفی عزیزان، من و تو از مرگ به حیات، از داوری به رستگاری، از ظلمت به نور اومدیم. و اون هدف چیزی نیست جز شبیه شدن به پسر یگانه خدا، عیسی مسیح. این تنها هدف نجات من و تو بود. پولس رسول در رومیان باب 9 آیه 29 میگه، میگه پدر ما رو خوان از پیش معین کرد تا به شکل پسرش عیسی در بیاییم، تا اون نخست زاده از برادران بسیار باشه. خدا ما رو برای این خواند، برای این دعوت کرد تا ما شبیه عیسی باشیم. این قلب پدر است برای ما. من و تو یا خوشبختانه یا متاسفانه خوانده شدیم، نجات پیدا کردیم. متاسفانه از این جهتش که خیلی سخت است، نه اینکه بده، 100% عالی است، اما از این جهت که سخته، ما خوانده شدیم مثل عیسی باشیم، مثل او فکر کنیم، مثل او رفتار کنیم، مثل او از دید او به دنیا و مسائل نگاه کنیم، مثل او محبت کنیم. و باز هم میگم همه اینها اصلا آسون نیست، و نه فقط آسون نیست، بلکه در بسیاری از مواقع خیلی سخت است، مخصوصا در زمانها و شرایطی که باز هم میگم قلب ما چیز دیگه ای میخواد. در این روزها که همه ما ایرانی ها، من فکر میکنم نه فقط ایرانی ها بلکه افغان ها بلکه تمام دنیا خواهان سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی هست، این آرزوی قلب امروز من فکر میکنم همه ماست، امید ماست که این حکومت ظالم و ستمگر به پایان خودش برسه، حکومتی که سالهاست چیزی جز ظلم و ستم برای ما و مردم خودش نداشته. افرادی که در کشور ما و بیرون از کشور خواهان مرگ و کشته شدن سردمداران هستن، خواهان مرگ و کشته شدن اونها هستن، افرادی که میگن خون فقط با خون پاک میشه، افرادی که میگن نمیدونم، من میدونم بعضی وقتا ویدیوها رو همتون حتما میبینید، یک تیرهای برق میذارن میگن این برای فلان آخوند رزرو شده، اینو اینجا اعدام کنیم، اینو نمیدونم آخوندار رو بندازیم، نمیدونم این کارو بکنیم اون کارو بکنیم، نقشه‌هایی که میکشیم که این افراد بمیرن، این افراد شکنجه بشن، این افراد آزار ببینن. و من و شما نگاه میکنیم و خیلی مواقع با این موجی که داره، بدی که داره میره، ما هم با این موج بدی همراه و همسو میشیم. اما کلام خدا به ما چی میگه؟ اگر کتاب مقدس همراهتون هست میتونید رساله رومیان باب 12 رو باز کنید، اگر نه از اینجا با هم خالی کنید. رساله رومیان باب 12 آیات 17 تا 21. کلام خدا به ما اینطور میگه، به هیچ کس به سزای بدی بدی نکنید. دقت کنید که آنچه را در نظر همگان پسندیده است به جای آورید. اگر امکان دارد تا آنجا که به شما مربوط می شود با همه در صلح و صفا زندگی کنید. ای عزیزان، انتقام نگیرید، بلکه آن را به غضب خدا واگذار کنید. زیرا نوشته شده که خداوند می گوید انتقام از آن من است، من هستم که سزا خواهم داد. برعکس، اگر دشمنت گرسنه است به او خوراک بده، اگر تشنه است به او آب بنوشان. اگر چنین کنی اخگرهای سوزان بر سرش خواهی انباش. مغلوب بدی مشو، بلکه بدی را با نیکویی مغلوب ساز. مغلوب بدی نشو، بلکه بدی را با نیکویی مغلوب ساز. ما خدایی رو می‌پرستیم عزیزان که میگه انتقام از آن من است، انتقام از آن من است، و من هستم که سزا و جزای عمل هر کس رو خواهم داد. و در مقابل این خدا، وظیفه ما دست برداشتن و انتقام نگرفتن است. اما ایده میپرسن چرا؟ چرا ما نباید انتقام بگیریم؟ و یه ایده فکر میکنن که اگه ما انتقام نگیریم پس اونا قصر در میرن. پس چی میشه؟ پس بذاریم اونا راحت برن؟ اونا این همه جنایت کردن، این همه کشتن، یعنی بگذاریم اونا قصر در برن؟ نه، به هیچ وجه. ما اجازه، ما باید انتقام خون جوانان خودمون رو بگیریم، ما باید انتقام خون این مردم رو بگیریم. و وقتی که من و شما در مقابل خدایی که میگه انتقام از آن من است، ما میگیم نه، من میخوام انتقام بگیرم، ما داریم به خدایی رو میگیم من باور ندارم تو اونقدر عادل باشی، من باور ندارم تو
تو اونقدر قادر مطلق باشی. من باور ندارم که عدالت تو به اندازه کافی باشه که بتونه انتقام بگیره. پس من خودم باید دست به کار بشم. از طرفی عزیزان، انتقام نگرفتن و به خدا واگذار کردن اصلا به معنی منفعل بودن و یک جا نشستن نیست. ما حق اعتراض داریم. ما حق داریم که صدای دادخواهی و فریاد مظلوم رو بلند کنیم. این نه حق ماست، بلکه وظیفه ماست که در کلام خدا به ما داده شده. مسیح هرگز دست به انتقام شخصی نزد، اما ما هیچ جای در کتاب مقدس نمی‌بینیم که عیسی مسیح خداوند ظلم یک ظالمی رو ببینه و سکوت کنه و دهن خودش رو ببنده. و این نکته مهمی هست که ما ایماندارا باید اینو درک کنیم، نه فقط به خاطر شرایط الان کشور، بلکه در هر جایی که تو آلمان ما یک جایی می‌بینیم که داره به یک شخصی ظلم میشه. من و تو ایماندار اگر دهنمون رو اونجا ببندیم گناه کردیم. ما باید در مقابل ظلم ظالم بایستیم و حق مظلوم رو باز پس بگیریم. ما نباید سکوت کنیم. به همین دلیل هستش که عزیزان ما در خارج از کشور به تظاهرات میریم. ما میریم تا فریاد مظلومان، فریاد دادخواهی کشور رو بلند کنیم. این وظیفه ماست که صدای اون مردم باشیم، تا صدای اونها رو بلند کنیم. و میبینیم که دیروز در سراسر دنیا، در همین هامبورگ، تعداد زیادی از ما ایماندارا در بین تظاهرات کنندگان بودیم. در تمام دنیا ایمانداران شرکت کردند. و این وظیفه ایماندار است که صدای دادخواهی قوم خودش رو بلند کنه. و شاید بازم ما سوال کنیم، اوکی، من انتقام رو میدم به خدا، خدا عادل هستش، باور بکنم که خدا عادل. و من خیلی سوال میشنم که پس عدالت خدا الان کجاست؟ پس عدالت خدا الان کجاست؟ آیا خدا نمیبینه؟ آیا چشمای خدا بسته است؟ آیا گوش خدا صدای فریاد و ناله های مادران و پدران و مردم رو نمیشنوه؟ و باز هم موضوع اینجاست که وقتی که ما سوال میکنیم که خدا کجاست، همه چیز رو داریم از چشم و نگاه و طرز تفکر و عقل محدود، فانی، ناقص و انسانی خودمون نگاه میکنیم، نه از چشم خدایی که قادر مطلق است. من و توی که فقط امروز خودم، من و تو حتی نمیدونیم یک ساعت دیگه چی میشه. کدوم یکی از ما میدونه یک ساعت دیگه چی میشه؟ هیچ کس دیگه نمیدونه. اما ما خدایی داریم که اون یک ابدیت رو میبینه و همه چیز در نقشه ابدی و جاودانی اوست. عدالت خدا بر اساس طرز فکر من و تو و اتفاقی که الان در زمان حال میفته تعریف نمیشه. عدالت خدا یک عدالت ازلی و ابدی هست و در نقشه جاودانی خودش تعریف میشه. ما بعضی وقتا نسبت به خدا طلبکار میشیم، سوال میکنیم پس تو خدای کجایی؟ چرا نمیای؟ چرا این کارو نمیکنی؟ چرا دستت دراز نمیشه؟ و خیلی از چراهای دیگه. اینو باید بدونید عزیزان، من و شما به عنوان یک ایماندار هرگز نمیتونیم از خدا طلبکار باشیم. ما هرگز نمیتونیم، ما به اون بدهکار خواهیم بود همیشه، اما هرگز ما نمیتونیم از اون طلبکار باشیم. و اینجاست، در این نقطه است که ایمان من و شما باید فعال بشه. ایمان یعنی چی؟ باور و اعتقاد به چیزی که هنوز نمیبینیم. اگر ما ایماندار هستیم، کلام خود پولس میگه ما با احساس، با دیده زندگی، چیزی که میبینیم زندگی نمیکنیم، ما با ایمان زندگی میکنیم. برای همین است ما از ایماندار. در این زمان هستش که عنصر ایمان باید در ما فعال بشه، باور داشته باشیم ما خدایی داریم که قادر مطلقه، خدایی داریم که دانای مطلقه، خدایی داریم که مالک آسمان ها و زمینه، خدایی داریم که چشمان رو در تمامی جهان تردد میکنه و حتی هر چیزی که من و تو ازش بیخبر باشیم و هستیم او میبینه و او هست که عدالت رو برقرار میکنه. وقتی ما انتقام نمیگیریم و دست خودمون رو برمیداریم، یعنی با ایمان
ما اون شخص، اون اتفاق، اون چیز رو، هر چیزی که باشه به دست خدایی که مجری عادل هست سپردیم. و نکته دیگه که این هست، مبتلا اگر بخوایم در عادلانه ترین حالت ممکنش در روی زمین انتقام بگیم، در یک دادگاه، درسته یک دادگاه عادلانه برگزار میشه و حکم اعدام میدن، اون قاضی باز هم تحت لوای قانون حکم مرگ یک نفر رو داده، درسته؟ و خودش آلوده شده. انسان هر گونه که انتقام بگیره خودش آلوده میشه، اما خدا تنها کسی هست که انتقام میگیره اما هرگز آلوده نمیشه. او هرگز آلوده نمیشه، خون با خون پاک نمیشه. عزیزان، عیسی مسیح خداوند نشون داد روی صلیب که خون با محبت پاک میشه، خون با بخشش پاک میشه. این سوال خیلی کلنجا رفتم بپرسم و نپرسم، حالا یه چیزی منو میگه بپرس. آیا دوست داری تمام این کسانی که شاید ما ازشون متنفریم، این سرمان جمهوری اسلامی و هر چیز دیگه، اخگرهای سوزان بر سر ما ریخته بشه؟ من دوست دارم خودم، ببخشید من. نه؟ دوست داریم اخگرهای سوزان. میگه چیکار کن؟ میگه اگه دشمنت گرسنه است به او خوراک بده، اگر تشنه است به او آب بنوشان. یعنی در مقابل بدی که اون داره به تو میکنه، تو اگه در مقابل به اون نیکویی میکنی، اینطوری اخگرهای سوزان بر سر ریخته میشه. مغلوب بدی نشو، بلکه بدی رو با نیکویی مغلوب کن. افراد زیادی عزیزان در طول تاریخ مسیحیت در این 2000 سال اونه زندگی کردن، مغلوب بدی نشدند، حتی به بهای جان خودشون بدی رو با نیکویی مغلوب کردن و ثمرات با ارزش زیاد داشت. امروز میخوام داستان زندگی سه شخص رو خیلی سریع با هم دیگه بخونیم، ببینیم که چطور این کار کردن، در چه شرایطی این کار کردن. اولین نفر خود عیسی مسیح بود. بعد از 3 سال این خدمت، زمانی که اومدن اون رو گرفتند، او رو محاکمه کردند، زمانی که اون صلیب سخت چوبی رو داشت با خودش بالا می‌برد، زمانی که به دست و پای اون میخ زدن، زمانی که اون تاج خار رو بر سر رو گذاشتن، زمانی که تمام اینها رو داشت به خاطر من و تو تحمل میکرد، اون بیگناه بود، اون پاک بود، هیچ خطا و گناهی در اون یافت نمیشد. عزیزی که امروز اینجا هستی یا میشنوی و قلبت رو مسیح ندادی، اون فقط و فقط به خاطر من و تو و گناهان من و تو بود که تمام این مسیر رو رفت. به خاطر من تو بی حرمت شد، بی آبرو شد، همه چیز رو تحمل کرد، اما چطور رفتار کرد؟ در انجیل لوقا باب 23 آیه 32 تا 34، دو مرد دیگر را نیز که هر دو جنایتکار بودند می بردند تا با او بکشند، چون به مکانی که جمجمه نام داشت رسیدند، او را با آن دو جنایتکار بر صلیب کردند، یکی را در سمت راست او و دیگری را در سمت چپ. عیسی گفت: ای پدر، اینان را ببخش، زیرا نمیدانند چه میکنند. آنگاه قرعه انداختند تا جامهای را میان خود تقسیم کنند. عیسی برای شاگردان خودش دعا نکرد، عیسی برای مردمی که اونجا بودن دعا نکرد، عیسی برای کسانی دعا کرد که داشتن رو میکشتند، عیسی برای کسانی دعا کرد که به دست و پای او میخزنند. عیسی مغلوب بدی نشد، بلکه بدی رو با نیکویی بخشش مغلوب کرد. عیسی خون رو با خون پاک نکرد، عیسی خون او که ریخته شده بود رو با محبت و بخشش پاک کرد و من و تو امروز ثمره غلبه کردن عیسی بر این بدی هستیم. دوست عزیزی که هنوز قلب خودت رو مسیح ندادی، امروز پیام خدا برای تو این هست. خدا امروز به تو میگه: من برای تو و گناهان تو مردم تا تو زندگی کنی. من حتی کسانی که به خاطر تو من رو کشتم رو بخشیدم تا تو
امروز در محبت من سهم داشته باشی و بتونی ببخشی، مغلوب بدی نشوید، بلکه بدی رو با نیکویی مغلوب کنید. نفر بعدی یک شخصی هست در کتاب اعمال رسولان به نام استیفان، یک ایماندار ساده، میتونستی هم نگاری این آمدن اشکال نداره، یک ایماندار ساده بود، در آشپزخونه کار میکرد اما پر از روح و حکمت که در کلیسای اورشلیم در خدمت آشپزخانه بود. روزی فرصتی رو دست داد، او رو بردن در جلسه شورای سران مذهبی یهود بیسته و از او خواستن تو چیکار داری میکنی توضیح بده، و او شروع کرد در مورد زندگی، خدمت، معجزه، مرگ و قیام عیسی مسیح خداوند صحبت کرد. خطابه بی‌نظیر استیفان رو تشویقتون میکنم در باب 7 کتاب اعمال رسولان بخونید حتما. اما موعظه پرشکوه استیفان برای او اصلا خوب تموم نشد، برای او پایان خوشایندی نداشت. وقتی موعظه او تموم شد، چون این سخنان را شنیدند برافروختند و به سبب او دندانهای خود را به هم فشردند، اما استیفان پر از روح القدس به آسمان چشم دوخته جلال خدا را دید و عیسی را که بر دست راست خدا ایستاده بود. پس گفت هم‌اکنون آسمان را گشوده و پسر انسان را بر دست راست خدا ایستاده می‌بینم. در آن دم گوش‌های خود را گرفته نعره بلند برکشیدند، همگی با هم به سوی او حمله بردند و او را کشان کشان از شهر بیرون برده سنگسار کردند. شاهدان جامه‌های خود را نزد پاهای جوانی سلوسنا گذاشتند. چون استیفان را سنگسار می‌کردند، او دعا کرد و به عیسی خداوند روح مرا بپذیر. سپس زانو زد و به آواز بلند ندا در داده که خداوند را این گناه را به پای ایشان مگذار. این را گفت و بخفت و سلوس با کشتن استیفان موافق بود. خداوند را این گناه رو به پای ایشان مگذار. میتونی تصور کنید او برای چی داشت کشته میشد؟ او یک روز چند مثل من که اینجا ایستادم دارم موعظه میکنم، ایستاده بود در مقابل مذهبیون داشت موعظه میکرد در مورد عیسی مسیح خداوند، داشت موعظه میکرد، داشت حیات رو، مژده خوش انجیل رو به گوش اونها میرسوند، اما میگه اونها نعره زدن، اون رو بردن، اون رو سنگسار بکنن. و در مقابل همه اینها اون که تمام بدن اون زخمی و خونین بود، شاید حتی نیمه جان و نیمه بهوشی، بین بیهوشی و هوشیاری بود، میگه زانو زده و گفت خداوند این گناه رو به پایشان نگذار. استیفان مغلوب بدی نشد، بلکه بدی رو با نیکویی مغلوب کرد. و جالب این هستش که ما در همین دو قسمت از شخصی به نام سلوسنا دو بار در این قسمت نام بوده که برای اولین بار سلوس وارد کتاب مقدس میشه. سلوسی که ما در آینده اون رو با نام پولس رسول میشناسیم، شخصی که پیش از ملاقات با عیسی در این زمان که استیفان رو سنگسار میکردن، او از قاتلین ایمانداران و جفادهندگان کلیسا بود. و با توجه به شخصیتی که ما از پولس میشناسیم که شخص حکیم و دانایی بود حتی پیش از ایمانش، سلوس اونجا بود و همه چیز رو داشت میدید و میشید. میگه جامعه ها رو اومدن زیر پای سلوس، نزدیک صحنه بود که جامعه هاشون رو کنار پای پولس سلوس گذاشتن. میگه موافق بود و زمانی که سلوس شنید به عنوان یک فریسی که به عنوان یک یهودی دینداری که تمام کلام خدا رو خوب می‌دونه این جمله از دهن استیفان شنید، من فکر می‌کنم اونجا یه تیری به سمت الهیات و باور سلوس شلیک شد. هرچند او به راه خودش ادامه داد، اما این آیه‌ای که پولس رسول در رومیان به کلیسای رومیان نوشت که مغلوب بدی نشوید بلکه بدی رو با نیکویی مغلوب کنید رو او به چشم خودش دید. در استیفان او به چشم خودش دید. شخص بعدی که میخوام داستانش رو برای شما تعریف کنم در کتاب مقدس نیست،
بلکه یک ایرانی است، یکی از هموطنان ماست، یک ایرانی ایماندار که در زندگی خودش مغلوب بدی نشد. البته که قهرمانان بسیاری در طول تاریخ مسیحیت وجود دارن و هستند که در زندگی خودشون با مرگ خودشون حتی این آیه زندگی کردن، افرادی که جان خودشون رو برای ایمانی که داشتن دادن. اما و همینطور ما در کشور خودمون شهدای مسیحیت رو داریم که در قتل‌های زنجیری سال 1973 در ایران کشته شدند. اما از یک شخصی میخوام نام ببرم و داستان کوتاهی از زندگی رو برای شما تعریف کنم، کشیش مهدی دیباج. او در سال 1985 میلادی به اتهامات مختلف روانه زندان میشه به خاطر پافشاری در ایمان مسیحی خودش و عدم انکار مسیح. در سال 1993 به محاکمه در دادگاه ساری احضار میشه. دادگاه او رو مجرم شناخته و به اتهام ارتداد او رو به مرگ یعنی اعدام محکوم میکنه. در واکنش به اعدام او بود که کشیش هایک هوفسپیان که در اون زمان رهبری کلیسای جماعت ربانی ایران رو بر عهده داشت به محافل جهانی خبر بود. نامه بزرگی به کلیسای جماعت ربانی تمام دنیا نوشته میشه. بعد از مدت کوتاهی انقدر از خارج از کشور فشار مقامات حکومت وارد میشه که بردر مهدی دیباج رو در ژانویه سال 1994 بعد از 9 سال و 27 روز از زندان آزاد میکنن. و این اتفاق برای حکومت جمهوری اسلامی بسیار گران‌تمام شد که یک حکم قانونی که او کشور داده بود توسط جوامع بین‌المللی لغو بشه و اون وزارت اطلاعات از روش همیشگی خودش استفاده کرد. اول از همه کشیش هایک رو که عامل اتفاق بود با ضربات چاقو تکه تکه میکنند و در یکی از باغ‌های اطراف تهران قرار میدن. بعد از چند وقت شبان دیگه به نام تاتاوس میکائیلیان جنازش پیدا میشه و روی جسد برادر تاتاوس میکائیلیان آدرس جسد برادر مهدی دیباج رو گذاشته بودن. در 5 ماه بعد از اینکه او آزاد میشه، مصادف با 13 تیر 1373، موقعی که داشته از باغ کلیسای کرج داشته برمیگشته، عازم منزل دخترش بوده، دستگیر میشه توسط افراد ناشناس و اون رو به جنگل‌های اطراف تهران میبرن و با ضربات چاقو به قتل میرسونن و بعد از اون هم افراد دیگه. اما عزیزم، اما حالا گفتم برگردم به جلسه دادگاه بود. برادر مهدی دیباج در جلسه دادگاه خودش که به حکم اعدام محکوم میشه، در همون جلسه که حکم مرگ رو دادن و هنوز قرار نیست آزاد بشه، دفاعیه رو مینویسه و اظهار میکنه. تشویقتون میکنم اگر نخوندید این دفاعیه رو میتونید توی گوگل سرچ کنید، حتما میاد براتون توی سایت آرتیکل 18 دفاعیه کشیش مهدی دیباج. دفاعیه که در همون زمان به زبانهای متفاوت مخصوصا زبان انگلیسی چاپ میشه، در روزنامه تایمز لندن چاپ میشه و منتشر میشه. اما میخوام پاراگراف آخر دفاعیه ایشون رو که برای دادگاهی که او رو به مرگ محکوم کرده با هم بخونیم. او نجات دهنده ماست، فرزند خداست و شناخت او حیات جاودانی است. من گناهکار که خاک و خاکسترم به وجود مبارک و تمام فرمایشات و معجزات او در کتاب انجیل ایمان دارم و اختیار زندگی خود را به دست او سپردم. برای من زندگی یعنی مجالی که به مسیح خدمت کنم و مرگ یعنی فرصت بهتری که با مسیح باشم. پس نه فقط راضیم به احترام نام مقدس خدا در زندان باشم، بلکه حاضرم به خاطر عیسی مسیح خداوند جان بدهم و زودتر به ملکوت خدا برسم، جایی که برگزیدگان خدا به حیات جاودانی میروند اما شریران به عذاب جاودانی. سایه لطف خدا و دست برکت و شفای او بر سر شما باشد و بماند تا به ابد. آمین. با عرض حرمت، زندانی مسیحی شما مهدی دیباج. کشیش مهدی دیباج مغلوب بدی نشد، بلکه بدی رو با نیکویی غلبه کرد. نه فقط او، بلکه سایر شهدای کلیسای ایران. دعای پایانی او که در این دفاعیه خطاب به کسانی هست که او رو به مرگ محکوم کردن و در نهایت هم کشتن، سایه لطف خدا
و دست برکت و شفاهای او بر سر شما باشد و بماند تا به ابد، تبدیل به سرود برکت در کلیسا شد. کشیش نسرین عزیز، اگر بخواد این سرود رو میخونیم، سرود قدیمی است، صدای من زیاد خوب نیست، وگرنه براتون میخونم، آن تو یوتیوب میتونید این سرود رو گوش بدید. سایه لطف خدا و دست برکت و شفاهای او بر سر شما باشد و بماند. این جواب دعای پایانی برادر مهدی دیباج برای قاتلین خودش بود و ثمره اون شهادت ها، اون کشته شدن ها، اون مردن ها، من و شما و هزاران هزار کلیسای زیرزمینی داخل ایران و میلیون ها ایرانی هست که در داخل ایران ایمان دارن. فقط افرادی بودن که حاضر شدن جان خودشون رو بدن و مغلوب بدی نشن. و بعد از اون هم عزیزان، ایمانداران مسیحی در کشور ما توسط همین رژیم بهای بسیار سنگینی رو دارن. در سال 2010 بازم بیشتر از 80 ایماندار رو دستگیر کردن، به زندان انداختن. مغلوب بدی نشو، بلکه بدی رو با نیکویی مغلوب کن. کاری که در این روزهای سخت و پردرد همه ما باید رو تمرین کنیم. اگر میخواییم عزیزان که این انقلاب، این انقلابی که الان شکل گرفته، برای ما و نسل ما ثمرات نیکو داشته باشه، اگر میخواییم آینده ایران در آزادی حقیقی باشه، در سلامتی حقیقی باشه، اگر میخواییم سایه مرگ، لعنت از ایران ما کنده بشه، این وظیفه امروز من توست که مغلوب بدی نشی، بلکه بدی رو به نیکویی غلبه کنی. و روزی که من و تو برخواهیم گشت، اون روز خیلی زود و نزدیک است، وظیفه من و توست که برگردیم و این پیام رو به قلب ملت من برسونیم. ملتی که پر از خشم، ملتی که پر از حرص، ملتی که پر از درده، ملتی که از دست داده. برای پدر و مادر، من پدر نیستم اما مطمئنم پدر و مادر حتی اگه قاتل بچه‌ش هم جلوی چشش بکشن، شاید اون لحظه بگه آخه، ولی باز اون درد هست. کشته شدن اون قاتل اون بچه از دست داده رو بر نمیگردونه. شاید تو ذهن خودش فقط فکر کنه اون قسمتی از من انتقام رو گرفتم، اما همه چیز سر جاش هست. راه حل ایران و مردم ما و کشور ما این هستش که من و تو ایماندار اول از همه خودمون و بعد به اونها کمک کنیم که مغلوب و بدی نشن و بدی رو با نیکویی مغلوب کنن و قضاوت رو به دست دادگاه عادلانه بسپاریم و بگذاریم تا خدا در برای همه اینها عمل و داوری کنه. آمین. آیا باور دارید که خدای ما عادله؟ آیا باور دارید که قادر مطلق است؟ آیا باور دارید که او هرگز ما رو فراموش نکرده؟ چند روز پیش خبر خیلی تلخ دیگری رو همه ما خوندیم و اون هم مرگ یک پسر 10 ساله بود به اسم کیان. در یک ویدیویی که از او پخش شد، در اول ویدیو او میگه به نام خدای رنگ کمان. او شاید این خدای رنگ کمان رو نمیشناخت، اما چقدر زیباست که من و توی ایماندار خدای رنگین کمان رو میشناسیم. زمانی که در دوران نوح، طوفان نوح آمد، تمام این دنیا از طریق طوفان از بین رفت، گناه‌ها، ناپاکی‌ها پاک شد، خدا با نوح صحبت می‌کرد. خدا گفت این است نشان عهدی که من میان خود و شما
و هر جانداری که با شماست برای همه نسل‌های آینده می‌بندم. رنگین کمان خود را در ابر قرار دادم و آن نشان عهدی خواهد بود که میان من و زمین است. هرگاه ابرها را بر فراز زمین بگسترانم و رنگین کمان در ابرها پدیدار شود، آنگاه عهد خود را با شما و هر جاندار زی جسد بیاد خواهم آورد و آبهای دیگر هرگز سیل نخواهد شد تا هر زی جسد را هلاک کند. هرگاه رنگین کمان در ابرها پدیدار شود، آن را خواهم دید و عهد جاودانی میان خدا و هر جاندار زی جسد را که بر زمین است بیاد خواهم آورد. پس خدا به ما فرمود، این است نشان عهدی که در میان خود و هر زی جسدی که بر زمین است استوار ساختم. کیان خدای رو صدا می کرد، خدای رو که او با انسان عهد بست، نه انسان با او. از وقتا ما با خدای عهد می بندیم، اما خدای بندی کمان خدای هستش که من این عهد رو می بندم و این نشان عهد هستش و هرگاه که من این رو ببینم به یاد میارم عهد خودم رو و خدا هرگز عهد خودش رو فراموش نمی کنه. او هرگز کشور ما ایران رو فراموش نمی کنه. او هرگز مردم ما رو فراموش نمی کنه. من باور دارم صدای کیان و کیان ها، صدای تمام جوانهای ما، صدای پدران و مادران به حضور این خدای رنگ کمان رسیده. من و شما هم میتونیم هر روز به یاد عهد خدای رنگ کمان بیفتیم، او رو صدا کنیم. مثل کیان میتونیم خدای رنگ کمان رو صدا کنیم، چون او به یاد میاره عهد خودش با ما رو. بیاید عزیزان هر چقدر سخت اما در این روزها تمرین کنیم که مغلوب بدی نشیم، بلکه بدی رو به نیکویی غلبه کنیم. بیاییم اون ایمان خودمون رو مثل اون جوانه‌ای که در قلب ماست به نزد پاهای عیسی ببریم و از او بخوانم تا به ما کمک کنه. آمین. چند از سرور رو میخوام کنیم در حضور خودمون. عیسی خداوند، در اون لحظه‌ای که تو با اینکه تمام روح و روان و جسم تو در درد و بر بالای صلیب، اما این قوت رو از پدر گرفتی تا فریاد بزنی پدر اینا رو ببخش زیرا نمیدونم که چی کار میکنم. همون قوتی که خداوند به استیفان داده شد تا در لحظه که سنگهای بیشمار به سمت او پرتاب میشد او زانو بزنه و بگه ای خداوند این گناه رو به پای ایشان نگذار. قوتی که تو در اون روز دادگاه در قلب اردن مهدی دیباج ریختی تا در مقابل حکم مرگ خودش بتونه برای اون قاضی اون دادستان دعا کنه، خداوند را دعای من این هستش که اون قوت رو، همون قوت رو در دلهای ما بریزی، همون قوت رو در دلهای ما بریزی تا خداوند را تمام این اتفاقاتی که می‌بینیم رو خداوند را مغلوبش نشی، مغلوب بدی نشی خداوند. ای خداوند، بیا
بیایم از این سرودی که الان میخوایم با هم دیگه بخونیم، قلبهای خودمون در حضور خدا بگذاریم و بگذاریم که او دل و قلب ما رو تفتیش کنه. اگر دوست داری سر پا بیستی، اگر دوست داری بنشینی، هر طوری که هستی، اما بگذار در این سرود قلب تو با قلب خدا یک بشه.